رویدادها ما یه بخشی داریم که مربوط میشه به اسپانسرها یا حامی‌ها که اتفاقا بخش مهمی هم هست. برای همین الان در خدمت آقای مهیار محمدی هستیم، مدیر مارکتینگ فلایتیو، که فلایتیو از حامیان این رویداده. خیلی خوش اومدید آقای محمدی. خیلی متشکرم. خب توی رویدادی که دیدید سطح تیم‌ها رو چطور ارزیابی کردین و اینکه فکر می‌کنید آیا اتفاقی بیفته، چه فرصت‌هایی دیدید؟ خواهش می‌کنم. من بررسی که داشتم، حالا چند تا از تیم‌ها رو توی ارائهشون بودم، به نظر من ارائه خوبی بود، کیفیت بالایی داشت. خب این چند ماه توی وی سی کاپ واقعا تلاش شد که تیم‌های مناسبی داره کیفیت خوبی بیان بالا و خیلی بهشون کمک شد. یه موضوعی که داشتیم بود که توی وی سی کاپ در حقیقت خیلی کمک کردن که تیم‌ها بتونن به اون سطح استاندارد خودشونو برسونن، اتفاقی که خیلی کم میفته. ولی توی دموده میگم روز به نظرم خوبی بود و استارتاپ های قوی و ایده خوبی اومدن. متشکرم. و دلیل اینکه فلایتیو اسپانسر شد چی بود؟ دنبال چه فرصتی بود؟ خواهش میکنم. ما ابتدا خب هدفمون این بود که بیایم حمایت بکنیم از فضای استارتاپی و در کنارش هم ما یه اینوویشن سنتری تأسیس کردیم، فلایتیو اکس، توی در حقیقت فلایتیو، که به واسطه اون هدفمون سرمایه گذاری روی استارتاپ هایی هست که توی حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌ای که با گردشگری ارتباط دارن انجام بدیم. به همین علت حضور پیدا کردیم توی وی سی کام. حمایت ما بیشتر جنبه حالا میشه با مسئولیت اجتماعی داشت، اما درگیر شدنمون با خود استارتاپ ها و حالا جلساتی که گذاشتیم، همون صحبتهایی که کردیم و کمک بیشتری که سعی کردیم بکنیم به وی سی کام بابت این موضوع بود که بتونیم حالا بحث سرمایه گذاری و بحث حمایت از خود استارتاپ ها رو هم پیش ببریم. با توجه به اینکه شما فعال اکوسیستم استارتاپی هستید، حال اکوسیستم چطوره؟ آره، اون که اصلا خوب نیست. ما هم فرار سرمایه رو داریم میبینیم از کشور، هم در حقیقت قطعی اینترنت رو داریم میبینیم، هم فرار استعدادا رو داریم میبینیم. یه حالتی اتفاق افتاده که کسی امیدی نداره به بهبود اوضاع، در صورتی که من فکر میکنم اگر که تغییرات درستی اتفاق بیفته اوضاع قطعا بهتر خواهد شد و اون سرمایه ها و اون اندیشه ها میتونه دوباره مولد بشه و برگرده و در حقیقت مسیر روشنی رو در آینده طی بکنه. متشکرم. مرسی. خواهش میکنم. متشکرم.